امروز شماره جدایی رضا گلزار. What's going on guys؟ چطورید بچه‌ها؟ فرشته سایند هستم. خوش اومدید به یه ویدیو جدید با مدل موی جدید. بله، موها رو جوری تایسونی براتون زدم با فید. حالا خطش یه ذره موهاش در اومده، خیلی تمیزتر و واضح‌تر بود، ولی خب رشد موهای من خیلی زیاد و این داستانا. از امروزم باشگاهو شروع کردم. گفتم که بیام براتون یه دونه ویدیو زیبا بگیرم و اون ویدیو چیزی نیست جز توییت های ایرانی. یتونه که ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، یتون علی زنگوله رو بزنید، اینستا توییتر منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. بچا اینستا رو حتما فالو داشته باشید، من جدیدن دارم چالش زیاد میذارم که چیزی برام بفرستید باش ویدیو بگیریم اینا. و یه تشکری هم میکنم از پیج اینستاگرامی دیجی توییت که من دارم از تو پیجشون این توییت ها رو میبینم. خب اونها هم به هر حال زحمت کشیدن، گلچین کردن، جمع کردن، گذاشتن. یه شات اوت هم میدیم به دیجی توییت. دمتون گرم. بریم با هم دیگه یکی یکی این توییت ها رو بخونیم. Let's go. میدونستم اینجوری میشه سریتر باش قهر میکردم، به خدا عجب آدمایی پیدا میشن. قهر کرده طرف رفته براش گل و آیفون و اینا خریده، بعد داره میگه کاش زودتر باش قهر میکردم. یعنی تو به خاطر پول دنیا با اون دوستی؟ آقای پسرت اگه این ویدیو رو میبینی، اگه تو این گل رو خریدی، این دستبند و این دست و این لاک و ناخون و اون جوراب و این گل آیفون رو میشناسی، اگر دوست دخترت دیدی دوباره باهات قهر کرد، بدون این سری چیز دیگه میخواد. الان گوشی میخواد، 4 روز دیگه که ماشین برای من بخر، 4 روز دیگه میگه واسه من یه خونه ای چیزی به نامم بزن. عزیزانم به شانس من قهر کردم، خوشحال شد با هم کات کرد. حواستون باشه بچا، این ویدیو رو دیدید برید بگید یه بهونه پیدا کنم باش قهر کنم برام آیفون بخره. یو دیدی میکشه زیرتون خوی، خدا نگهدار. بای بای یومید. طرف منتظر یه بهونه‌ایه که با شما کات کنه، پس به نظر من اصلا این کارو نکن. دوست پسرت داداش مثل خودش نداره. چجوری مثل خودش؟ یه داداشی دوستی چیزی که اونم خب شانس این خانم حالا باش یار بوده قهر کرده براش آیفون خرید دیگه، ممکنه به تو یه اشتباهی بیفته و تو ضرر کنی. پسرا تا وقتی که دوست پسرن خوبن، مثل رل من که تا حالا همو ندیدیم ولی سالگرد دوستیمون اینجوری خوشحالن که آخه برای تابلو فرستاده از تهران تا تبریز یه قلبم کشیده و خدا رو شکر شهرای زوری بوده که شکل قلب در اومده. نمیشه که در ستایش کویرگردی و تورش هرچی بگم کم گفتم. بماند به یادگار از کویر مرنجاب. آقا کویر حال میده اصلا؟ من تا حالا نرفتم کویر، نه ایران رفتم کویر تور کویر فلان، نه توی دبی رفتم تور کویر. رفتیم یه جا اسمش چی بود؟ تلال العین، هتل تلال. اونجا رفتیم که شنی و اینا بود، زیپلاین. ولی اینکه بریم تو کویر اینجوری با این ماشینای آفرود بریم تو شنا و بریم یه جا کمپ کنیم و اینا نرفتم تا حالا. تور کویر اینجوریه که پشت هر تپه باید یه یالله بگی بعد بری. جدی؟ آقا تو کامنت ها برام آی حالا باید تور مهاجرتی برای آقا بذاریم، اطلاعات سفر کویر به آقا بدیم که آیا تور کویر به چه صورت است، آیا پشت هر تپه‌ای خاک بر سری برپا است یا نیست، آیا میتوانه کسی برود. آقا یه کامنت ازتون خواستم دی. کویر رو توضیح بده چیه دیگه. تور کویر ساعت 1 شب، همه به هم شب بخیر گفتن اما کسی نخوابید. او پس کویر داداش داستان داره، چادر چادر داستان، همه جدا، هر مثلا کاپل توری میرن بعد هر کدوم چادر جدا و شب ایناست که نور میندازی سایه رو میبینی داداش. رفتیم کافه به باریستا گفتم وافل دارین، گفت داریم ولی راستش حال ندارم درست کنم، شیک خوردیم. چقدر مشتری های خوب و با درک و شعوری هن. اینو میگن مشتری با فهم. این که چه شروره که مثلا به باریستا بگی وافل میخوام بگه حال ندارم یه چیز دیگه بخور که چرت و پرته، ولی یه سری شرایطی هست که یه سری چیزهای مهیا نیست برای درست کردن یه چیزی، پس مشتری باید درک کنه. حال نه، نداشتن حال دلیل نمیشه داداش، گم شو برو وافل درست. امروز بعد از 2 سال عکسشو تو اکسپلور دیدم و خوشگم زد. اون دستبند مشکیه بند سوتیان منه که بعد از 2 سال هنوز دور مچشه. 200,000 تا بند سوتیان دور مچشه. جدی اون شکل بند سوتیانه، ولی اونای دیگه واقعا دستبنده بچه ها، جدی چیز نیست. حالا چه بند سوتیان رو چرا باید دستبند کنی؟ احتمالاً دستبندهای دیگه هم واسه دوست دختره ای که بعد از تو پیدا کرده. بای. چه رمزی میزنه اینجوری عاشقتون میمونن؟ یه بار من رفتم دستشویی پارک، برگشتم دیدم بچهش بغلشه. دستشویی مثلا 1 دقیقه تا دستشویی، 3 دقیقه بشاشی، 1 دقیقه 3 دقیقه عملیات زایمان. نه نه جور در نمیاد، خالی بسته به نظر.
داداشم حساب کم میشه بچه تو 3 دقیقه دنیا بیاد. تو هم با شورتش ماسک درست میکردی دراماتیک تر میشد. کثافت. یه بار دستم خورده بود توی اینستا یه صفحه سیاه استوری شده بود. یه بنده خدای ریپلای کرده بود سیاهه نارگیله. میخوام بگم طرف اگه بخواد ریپلای کنه یه راهی میسازه. اونو که نمیان یعنی نمیخواد. اگه یه نفر بخواد بهتون ریپلای کنه و از شما خوشش بیاد، شما گوز کفترم استوری کنید، اون میاد میگه به به چقدر صدای گوز کفتره خوشگل بود، میشه برام بفرستیش؟ منم مثلا یه چروبری میگه، یعنی یه چیزی از خودش در بیار میگه. ولی تو هرچی عکسای لوند و موها رو فلان کنی و اینو اینجوری کنی اونو اونجوری کنی، یه آقایون مثلا بیا رخ عقاب مثلا اینجوری بگیرن و مثلا یالا یه بازو فلان کنن و اینا، بعد میری تو سین میبینی دیده ولی هیچ ریپلی نیومده، پس نمیخواد. خودتون رو اذیت نکنید دوستان. تنها دلیلم واسه ازدواج اینه بیام خونه و زنم با همچین استایلی منتظرم باشه. رکابی تو رو بپوشه، یعنی بلند، بعد زیرش هم دیگه چیزی نباشه و شما بیای و سر کار خسته هم هستی و عصبی و خب بریم ببینیم جواب مردم چیه. پیرهن سفید و لباس اوورسایز بدون شلوار تنها چیزیه که به همه دختر میگه. کلا خانوما تیشرت آقایونو میپوشن، ولی خب بلند باشه دیگه، مثلا بیاد تا روی رون، مثلا حتی یه ذره تا نزدیک زانو، حتی خیلی باحال میشن، خیلی بهشون میاد. ولی تهش میای خونه میبینی اینجوری منتظرت. لباس گلگلی و دمپایی صورتی و بالا تنه گلمنگلی و تنها تجربه از لباس اوورسایز پوشیدن لباسای کهنه آبجی بزرگم بوده که تنش نمیشد، میدادم به من. برعکس بوده، لباس خانوما رو میدادم به آقا میپوشیده، داداش کوچولو. بابام گفت دستم خورد فیلتر شکن که خوب کار میکرد رو پاک کردم، یا یه فیلتر شکن خوب برام بریز. گوشیشو گرفتم که تو گوگل پلی سرچ کنم، چه فیلتر شکنی تا الان نصب بود؟ از گوگل پلی میپرسی که روی گوشی چه وی پی انی نصب بود؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بذار ببینیم مردم چی گفتن. بابای من فقط کافیه که فیلتر شکنش کم سرعت شه، ساعت 3 شب هم باشه بهم زنگ میزنه میگه درستش کن واسم. پدرها و مادرهای عزیزم، وقتی که یه مشکلی برای گوشی پیش میاد، یه اپی باز نمیشه، نمیدونم فلان، اون بچه‌تون بنده خدا درسته خیلی مثلا تو اپ و گوشی و اینا وارده چی جدید اومده، ولی اون که سر در نمیاره از سخت افزار و نرم افزار اون چی که مثلا الان همین الان بیا اینو درستش کن، نهایت تو پاکش کنه دوباره براتون دانلود کنه، یا درست میشه یا درست نمیشه. خاک تو سرت، یک اپ گوشی نمیتونی درست بکنی؟ 10 سال 12 سال تو مدرسه چی بهت یاد دادن؟ هنوز بلد نیگه اپ گوشی نمیتونی؟ چی خوندی پس این همه سال؟ این همه کوفت و هندسه و ریاضی و کامپیوتر و برنامه‌نویسی و نرم افزار؟ اون چیزی که شما فکر میکنید نیست، خب اصلا اون یه چیز دیگه است. بلش کنید بچه‌ها، ببینید من طرف شما رو گرفتم، آقای زر هوای من رو داشته باشید. همین الان ویدیو لایک کنید، یک کامنت. وای سو استفاده سری منت سر ما میذاره، هوای ما رو داشته، حالا ما باید برای آقا کامنت بذاریم. برو گم شو از یه کامنت دیگه. ای مامانم این پیامو روی گوشی بابام دید، یه هفته است باهاش حرف نمیزنه. خب مادر من این نوتیف وی پی ان، سلام خوبی عزیزم یه زنگ بزن. با تو نیستم میگم سلام شب کجایی؟ چرا وی پی ان با همچین نوتیفیکیشنی بده اصلا؟ چه مسخره. وضعیت این روزای من و خانوادم با فیلتر شکن. آخ گفتی. بچه ها چجوریه الان نت ایران؟ من حس میکنم یه مقداری بهتر شده. حالا الان از خلوتی اینترنت اینستا و یوتیوب اینا نمیدونم مال امتحاناته یا حالا چیه، ولی کلا میخوام ببینم وضعیت نت چجوری. حتما بهم بگید. این که الان داره فقط لودینگ رو نشون میده واقعا. با یه عکس نشون بده یک ایرانی هستی. نگاه کن انواع و اقسام وی پی ان، پاس آیفون و اوری پروکسی کی وی فلان. جدیدن گیر آوردن یه فیلتر شکن خوب آرزو شده واسه مردم و در به در دنبال فیلتر شکن خوب می‌گردن. ان‌شاءالله به زودی همه چی درست میشه، اینترنت آزاد میشه، اصلا همه سایت‌ها بدون فیلتر میاد بالا، چیزی نمونده. آگهی بین قطع و وصل شدن فیلتر شکن منو از پا در آورد، روزانه یک سال ازم تایم میگیره. بین وصل شدنش تبلیغ میاد یا اول فصل؟ چجوری است دختره با 5 میلیون حقوق بهترین لباس بهترین سفر بهترین غذا رو میخورن، ما پسرها با 20 میلیون حقوق هیچ کدوم از این کارهای شما رو نمیتونیم بکنیم؟ یکی از این پسرها با یکی از اون دخترها رفیقه، خب بعد پول اون لباسه از اون 20 میلیونه کم میشه، پول اون بهترین لباس خانومه، بهترین سفر که خب با آقا پسر تشریف میبرن باز پول سفر از اون 20 میلیونه کم میشه، بهترین غذا هم که تو سفر رو بیرون و اینور اونور میخورن باز آقا حساب میکنه، بعد 5 میلیون خانوم کامل مونده، آقا 20 میلیونش تموم شده. این بود داستان که چه جوری دختره با 5 میلیون حقوق بهترین چیزا رو
میخورن و مصرف میکنن. میخورن و مصرف میکنن گفت مواد. ولی آقایون با 20 میلیون هم کم میارن. این بوده. ولی نه در کل شوخی کردم، اینو گفتم که حالت کانتنت فان داشته باشه. یه کانال تلگرامی واتساپی چیه؟ روز شمار جدایی رضا گلزار. تلخترین اتفاق زندگیم تا روزی که طلاق بگیره ما منتظر میمون. آقا اولا که آقا رضای گلزار عزیز تبریک عرض میکنم، ایشالله که به پایم پیر شید و همیشه خوشبخت باشید. این یک. آقا یه نفر که ازدواج میکنه اصلا نمیدونم کراشتونه سلبریتیتونه و یا خب آخه مثلا ایشون اگه الان تنها بود میواد مثلا با تک تک شماها رل میزد و تک تکتون ازدواج میکرد. یعنی فقط شما که فن این آقا هستی فقط ذهنتون از این راحت که خب همین فقط با کسی نباشه ما دیگه راحت. شما اگه فن واقعی بودید براش آرزوی خوشبختی میکردی. این آقا یه خانومی رو پیدا کرده که کنارش خوشحاله و با هم تشکیل خانواده دادن ازدواج کردن و تو باید از خوشحال بودنش تو بهترین روز زندگیش ویدیو گذاشته مراسمش رو براتون گذاشته همش چرت و پرت دریوری فلان این اگه بازیگر بود نمیدونم فلان بود خوندن خطبه نمیدونم چیزش هم از بازیش فلان. آقا چی کار دارید؟ ما چجوری؟ همه اینطوری نیستن و من مخاطب اون کسایی هن که اصلا به این منده خدا هیت دادن یا اون فنهایی که میگن که وای باید جدا شه و یعنی چی و یه خانومه تو اتوبان ویدیو داده آقا رضا گلزار باشه داشتیم حالا من این تتو رو چیکار کنم؟ آدم بند خدا دیگه یه روز ازدواج میکنه دیگه باید ازدواج کنه تشکیل خانواده بده همه تونو نمیتونه بیاد بگیره که بچه دار شه نوه دار شه نسلش ادامه پیدا کنه. آخه رضا گلزار این تد تو رو چیکار کنه؟ حالا طلاق میگیره میاد تو رو میگیره. اصلا یه ذره فکر یک ذره فکر. از صبح بلند شدم واسه کنکور درس میخونم بعد اینم حمایت خانوادمه. سلام من با خالت شرط بستم امسالم مثل سال قبل کنکوریش گوهی نمیشی رو سفیدم کن مرسی. داییش فرستاده میگه من با خالت شرط بستم، یعنی مامانش اینجا هیچ نقشی نداره، خاله و دایی با هم دیگه شرط بستن که تو هیچ گوهی نمیشی رو سفیدم کن، یعنی اینکه بازم هیچ گوهی نشو که من شرطو ببرم. با این حجم از روحیه که خانواده بهت میدن قطعا تو 10 تا رتبه برتری قطعا. بعد دائم عکس غذای سلف رو میفرستاد بهم انگیزه بده، میگفت اینجا با 2 تومن میتونی جوجه کباب دو خوری. فقط معلومی زنده بمونی بعدش. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه دوست دارید بازم توییتر ایرانی براتون بگیرم حتما حتما تو کامنت ها بگید، لایک ویدیو یادتون نره، ساب کانال یادتون نره، زنگوله رو بزنید روی آل بذارید، این سو توییتر منم این بالا میاد حتما حتما فالو کنید، کانال گیمینگ سابسکرایبش یادتون نره، توی دیسکریپشن هست. عاشقتونم و به زودی با ویدیوهای بعدی میبینم تو. فعلا پیس.